وتعفق الأرواح من مخزونة النيران. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وقاعدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى في كتابه الحكيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم. در ای آیه مبارکه الله تبارک و تعالی می فرمای که شهر رمضان، ماه رمضان، ماهی است که نازل گردیده در آن قرآن. واقعا تلویزیون نورین ابتکار بجا نموده که مسابقات قرآنی را تحت عنوان ماه نزول برگزار نموده، زیرا که ماه نزول ماه بهار قرآن است. چیزی باست که بلبلان قرآن را در این ماه گرد هم جمع بسازیم تا با آواز ملکوتی قرآن بهار زندگی خود را زیباتر بسازیم. لله الحمد، حالا ما در جمعی از بلبلان قرآن قرار داریم که به خاطر مسابقه دادن در این مجلس مبارک و میمون جمع شده اند و انتظار آغاز مسابقه را دارند. قبل از اینکه مسابقه را بینشان آغاز بکنیم، تشریف آوری همه قرای کرام را خیر مقدم گفته و برایشان اجر عظیم خواهانیم. حالا از قریص محترم عبدالمتین دعوت میکنیم در جایگاه تشریف بیرن و دعوت خود را آغازگر شوند. قریص محترم عبدالمتین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت ربنا إنك من تدخل النار فقد
قد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. شكرا قيس بن مطرم. شما ماشاءالله بسیار آواز زیبا داریم، مثل خودت و قارصه قبلی و مصور تلاوت کردن، واقعا آواز بسیار خوب، زیبا، قوی، یعنی آماده کاملا برای تلاوت. اما شما کوشش بکنین که ما گفتم بخاطر آواز شده قواعد از زایی نسازین. تجوید اصل است، یعنی اساس تشکیل میده. ما باید اوقدر که متوجه با آواز خود میباشیم اوقدر ضروری نیست، بلکه ضروری یا تا فرض بگویم ای است که ما وقتی قرآن تلاوت میکنیم، همین که حکم باره تعالی است که ورتل القرآن ترتیلا، شما قرآن ترتیل تلاوت بکنید. ترتیل عبارت است تجوید الحروف و معرفت الوقوف است، که قاری باید وقتی که تلاوت میکنه ده هر حرف صفاتی را که مستحق است بر زیاده شوه، هر حرف از خود مخرج مشخص داره که باید از جا بیرون کرده شوه، و حتی مداد هر کدام مد اندازه مشخص داره که مطابق به اون اندازه مشخصش کش کرده شوه، غنه غنه کرده شوه، جایی که غنه نیز غنه نکرده شوه اظهار شوه. این قواعدی است که خود از این چنانچه که امام جزری میفرمه و هو ایضا حلیت التلاوه و زینت الاداء والقراءه، قواعد تجوید قواعدی است که زیور میپوشونه تلاوت قاری را و زینت میده ادا و ادای قاری را. فلهذا ما باید متوجه به اصل اساسی که عبارت از قواعد تجوید از بوده باشیم، نه به فکر از این نباشیم که آواز ما آواز، اگر به فکر آواز شویم ولیکن قواعد اساسی که تجوید است را ضایع بکنیم، حتی نه تنها ثواب نمیبریم بلکه گناهگار میشیم. پس ما باید قرآن موافق با قواعد تجوید بخوانیم، که هدف ما شما از تلاوت قرآن راضی ساختن الله هست و ایست که ثواب بر خود مرتب بسازیم، یعنی که عبادت است تلاوت قرآن به این نیت و با خشوع خضوع در نظر گرفته با قواعدی که وضع شده است که عبارت از ترتیل است، مطابق به این تلاوت قرآن را بکنیم، تا باشه که هم خدا از ما راضی شوه، هم ایست که نمره خوب تر ببریم، هم عبادت خوبی را کرده باشیم. جزاک الله خیرا. در این قسمت از محترمه قاری قاریه زرلشت دعوت میکنیم در جایگاه تشریف بیاورند و تلاوت خویش را آغاز گرشوند. همشری محترمه زرلشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حسنا
یکی از شیرهای محترم است که البته افتخاری میخوان تلاوت بکنن، از ایشان دعوت میکنیم زهرا جان که بیان نقد میکروفون تلاوت خود را آغازگر شوند. ماشاءالله طفل بسیار معصوم با علاقه و شوقی که به قرآن کریم دارن آمد ان تا تلاوت بکنن و ما انشاءالله به تلاوت زیبایشان گوش فرا میدهیم. ماشاءالله تلاوت بکنن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ما شاء الله بسیار زیبا بسیار مقبول. آفرین. با این سنت مشلیت تلاوت کردی به اندازه دیگه هم شیراک سنت بالا بره تو انشالله اول نمره در مسابقات میشی. درست است. خوب کوشش کو قرآن کریم خوب بخوان یاد بگی تلاوت بکو پیش یک استاد انتخاب بکو. در این سنت خود نهاجرات خوب داری انشالله در انده ها بهترین قاری است خودت میشه که بر وطن ما شما افتخار بیاری بخیر. درست است. مهربانی شاور. واقعا که جایزی است که انسان شکرانگی و سپاس الله را بکنه که ما شما در جامعه خود الحمدلله از خواهران و برادران چه خردسالان چه بزرگسال خیلی ها در این شرایط ناگوار علاقه دارن که درس بخوانن، قرائت یاد بگیرن، با تجوید قرآن بخوانن. گرچند که ما از لحاظ مدارس دینی بسیار احساس کمبود میکنیم برای خواهرای خود و برادرای خود، البته امید میبریم که خداوند وطن ما شما را صلح و آرامش و امنیت نصیب بگردانه تا باشه که حکومت ما قادر شوی که برای همه همشیره ها مدارس و ناصر ایجاد بکنن و تا باشه که او خواهرانی که علاقه دارند که علوم اسلامی و قرآنی را فرا بگیرن
زمین برشان مساعد باشه تا باشه که بتونن که دین خدا، قرآن خدا فرا بگیرن، یاد بگیرن تا باشه که ما خانواده های سالم و ثابت داشته باشیم که از هم ارزش های اسلامی آگاه بوده باشن تا از این شرط ناگوار نجات پیدا بکنیم. حالا از قاری صاحب محترم حبیب شاه دعوت میکنیم در جگه تشریف بیارن تلاوت خود را آغاز نمان. قاری صاحب، حبیب شاه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك بك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا إذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء كان عليما حكيما صدق الله العظيم. قاری صاحب ماشاءالله تلاوت تان زیبا بود. کوشش بکنید که سر خود فشار نبیارین در تلاوت، بدون تکلف تلاوت بکنین. اگر تکلف در تلاوت تان آمد باز قواعد از پیشتان میره انشاءالله. با امید از اینکه در برنامه دیگه باشیم می روانیست. حالا از قاری صاحب محترم
معز الله دعوت میکنیم در جایگاه تشریف بیارن و تلاوت خود را آغاز گردشوند. قاری صاحب معز الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك مكف ترضى ألم يجدك يتيما فآوى ما شاء الله ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فحدث صدق الله العظيم. ما شاء الله قوي سيد بسيار مقبول كوشيشكو كهان فشار زياد صراخات نبر سنة خوردة تكو زور بزني بس زيباي تلاوت تزبين ميرا نورمال عادي تلاوت كو بيتكلف درست است و دیگه ای کوشش کو که دماغ تا آواز نره وقت تلاوت میکنی باید آواز کلش دماغ نره صرف غنه داد دماغ مخرجش است میره بونی. حالا از قاری صاحب محترم حبیب شاه دعوت میکنیم. حبیب شاه خون ببخشید اثر میگیرم. حالا از قاری صاحب محترم بارک زید دعوت میکنیم در جایگاه تشریف بیارن تلاوت خود را آغاز گرشان. قاری صاحب بارک زید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جعلنا البيت مثابة للناس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل إسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين
رکعی سجود و این قال ابراهیم رب جعل هذا بلدا آمنا و ارزق اهله هذا بلدا آمنا و ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ آخر ميات ختمكم رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ما شاء الله قاری صاحب بارکزی تلاوتتون خوب بود کوشش کنین با صدای اصلی خودتان با صدای طبیعیتان تلاوت کنین در بعضی جای ها در حالی که امو موارد به خیشوم هیچ ارتباط نداره آواز شما به خیشوم میره و در کل تلاوتتان خوب بود ماشاءالله موفق باشین حالا از محترمه قاریه ساره دعوت میکنیم در جگه تشریف بیارن تلاوت خیش را آغازگر شوند محترمه ساره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وقليل من الآخرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خيرا. حال از قایس محترم صفت الله دعوت میکنیم در جایگاه تشریف بیارن و تلاوت خود را آغازگر شوند. قایس محترم صفت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. ما شاء الله خالصت ماشاءالله صدایتان ماشاءالله خوب است. تلاوتتان هم خوبتر بود. کوشش بکنین بیشتر صدا را از دهنتان بکشین تا از بینی. انشاءالله با امید موفقیت تو بیشتر. الله الحمد ما شما مشاهده کردیم دیدیم که رقابت بسیار خوبی را قاری صاحبا هم از برادران و خواهران ما بین هم داشتن که به اختتام رسید. البته ضرورت می دانم تا
روی نکته اشاره بکنم برای مراحل بعدی توجه داشته باشند که امکان داره که سوالات تجوید هم ما داشته باشیم، چون مرحله به مرحله وقتی که ما پیش میریم قاری صاحبای خوبتر و بهتر که از لحاظ علوم و فنون قرآنی آگاهتر هستند اونا در راست قرار میگیرند. پس برای ما لازم است که سوالات تجویدی داشته باشیم. از اون خاطر گفتم تا متوجه مراحل بعدی خود بوده باشند. و در اینجا مسابقه امروزی ما به پایان میرسه. همه شما شنونده ها و بیننده های تلویزیون نورین و برنامه ماه نزول قرآن را به خداوند یکتا و به همتا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وتعلق الأرواح من مخزونة النيران.